سیاوش کسرایی که اگر این واقعا اعتقاد نداشت، تمام وجودش احساس نمود، یعنی کسی مثل سیاوش کسرایی امکان نداره بتونه جاسوس باشه، بتونه مزدور باشه، همچین کسی امکان عقلی نداره که بتونه یک همچین چکامه رو بریزه روی کار. این وجود یک همچین بشری باید پر از احساس و تعلق باشه که بتونه در قالب این چکامه آرش اونو متبلورش کنه. نظر افکند آرش سوی شهر آرام، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در، مردها در راه. دشمنان در سکوتی ریشخندآمیز راه وا کردند، کودکان از بامها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردن بندها در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بارا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. شامگاهان راهجویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر، بازگردیدند بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سی که می راندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند. ولی در کنار یک فرهیخته ایران دوستی مثل سیاوش کسرایی توده ای، ما درست در کنار این یک دریادار افسری رو داریم. دریادار افسری فرمانده نیروی دریایی ایران در بحبوحه جنگ ملی میهنی برای دست تجاوز عراق و بقیه عراق بود که به اونها به اون کمک میکردن که ایران رو متلاشی کنن. بنابراین دریادار افسری بایستی پرسیدیم که این چه ندارد که و که در زمانی که بزرگترین یا یکی از ستا بزرگترین منصب نظامی ایران رو در بحبوحه یک همچین جنگ سرنوشت سازی به اون سپرده بودن، تبدیل میشه به جاسوس اتحاد شوروی و برای سازمان اتحاد شوروی کاگبه جاسوسی میکنه که بعد هم افشا میشه این که جاسوس کاگبه شوروی هست و بلافاصله یا به مدت کوتاهی بعدش اعدام میشه، تیربارون میشه به خاطر که واضح افسر سرباز رو در زمان جنگ جاسوسی کنه اعدامش میکنن دیگه. موقعی که دریادار معادل ارتش خود رو همچین کاری بکنه که واضحه تا هر ارتشی در دنیا اعلام شده. ولی اون پرسش اینه که این چه انگیزه هست که در کنار یک انسان وارسته مانند سیاوش کسرایی، یک دریادار افسری با اون مقام منصب و اون امکاناتی که دریادار افسری داشت، یک صدومش را سیاوش کسرایی در زندگی نداشت، ولی تبدیل میشه به یک جاسوس در همون مجموعه و در همون سازمانی که هر دوشون عضویت دارن و با همون مرام و منصب. در دوران بیرون از اون معادل، در قبل از اون معادل دریادار افسری رو باز در ایران داشتیم که اینو بیشتر در بارش صحبت خواهیم کرد. اگه همینجا معادل دریادار افسری رو در فراماسونی ایران بیان کنیم، ارتش خود حسین فردوست هست که
شاه محمد رضا شاه تا آخرین لحظه حیاتش در کتابش از خودش سوال میکنه که به من میگن فردوس به تو خیانت کرد و اگر این حقیقت داشته باشه اصلا دوستی در دنیا اصلا مفهوم و ارزشی نداره. و تا لحظه که به گور رفت محمد رضا شاه باورش نمیگن، برایش صغیر بود که باور کنه که ارتش خود فردوس که از بچگی با اون بزرگ شده و امکاناتی که دیگه در هر بشری در دنیا دلش میخواد داشته باشه و این داشت، چطوری این به خاطر اعتقاد و عضویت در یک مرام فراماسونری به اون و به من میکرد خیانت میکنه و موجب یک از مهره های مهمی میشه که باعث روی کار آمدن حکومت آیت الله خمینی در ایران میشه. بنابراین در کنار سیاوش کسرایی دکتر قربان رو داریم، در کنار دریادار افضلی ارتش خود فردوس رو داریم. بنابراین در هر دسته مرامی در جمعیتی همه نوع انسان ها وجود دارن که سوال هم پیش میاد که برای خیلی ها که نمیدونن این انگیزه دریادار افضلی یا انگیزه ارتش خود فردوس در خیانتشون به مملکت در اون لحظه با وجودی که همه چیز اون مملکت در اختیارشون بود چی میتونه باشه، همیشه یک سوال بزرگی در ذهن این افراد هست که چرا چرا چرا. و این رو ما امیدواریم در طول این بحث بهش اشاره کنیم، پس از این که به تدریج از خان آماده بشه برای این که اتفاقاتی رو و روندی رو که در این نوع سازمان ها اتفاق میفته بیشتر بشناسن که انگیزه یک همچین افرادی چی؟ انگیزه دکتر قربان ها و سیاوش کسرایی ها مشخصه، اینها انسان های پاکی هستن. هیچ نوع سیاوش کسرایی که خب واقعا پاک چون نه ثروتی داشت، نه دزدی کرده بود، نه زندگی مرفهی داشت، هیچ چیز، آدم بسیار ساده بود، ولی هیچ گاه از پاکی منحرف نشد. همینجور دکتر قربان اون هم آدم خودساختهی بود، اون ثروت اون مالی هم که داشته با زحمتش با کارش یکی از نخستین پزشکان مهم فارس و یا میشه گفت ایران بود. بنابراین چیزی نبود که اون ثروتی رو که به دست آورده بود مشخص بود تا یک پلان آخرش از کجا آمده، چیز مبهمی راجع به اون چیزی که دکتر قربان داشت نبود. ولی سخنی که راجع به دریادار افضلی ها و ارتش خود فردوس ها هست اون رو باید اشاره کنیم که چه اتفاق میفته که افرادی به اون طرف میرن. بنابراین فراماسونری هم این معادل بقیه سازمان هایی که یک مرام و یک عقیده استوار و محکمی به یک فلسفه دارن که یک فلسفه جهان شموله و به خاطر این چون فلسفه و اون شیوه زندگی چون فلسفه تبلیغ میکنه در جهان مستقر بشه، نهایتا دست به هر کاری میزنن. یعنی به قول معروف هدف وسیله رو توجیه میکنه براش. حالا در فراماسونری همونطور که گفتیم این شخصی که واردش میشه براش سریع‌ترین، برای اینکه موقعی که واردش میشه کوچکترین چیزی نمیدونه. یعنی در معبد که بسته شد به روی غریبه ها دیگه کسی از اونجا کوچکترین آگاهی نداره، اطلاعات کلی رو این طرف اون طرف خونده، تو هر مذهبی باشی میتونی وارد فراماسونی بشی. در شعار فراماسونری همونطور که علنا میگن و همونطوری که رهبرانش که انقلاب کبیر فرانسه رو برپا کردن علنا اظهار میکردن برابری، برادری و آزادی است مشخصه، ولی کوچکترین آگاهی از این که درون لوژ چه میگذره هیچ کس نداره. ما که سوگند میخوریم که اگر سری رو فاش کنم سر من رو ببرید.